شمال سوئد هستیم، وارد مدار قطبی شدیم. خیلی خوشبختانه تابستون داریم این کارو میکنیم که هوا همین رنگ خواهد بود چه شب چه صبح. داریم میریم گروه آبجیز رو ببینیم و چیز جالب اینه که از اول شروع سفرمون من دست به دست شدم بین آبجی مختلف. راننده تاکسی اولمون یه خانومی بود و یکی راننده اون هم یه خانومی هستش و داریم میریم پیش آبجی ها. از یه آبجی خدافزی کردن خوبی؟ درو خوبی؟ چرا اونجایی؟ من رفش مردم صوفی از بچه های گروه آبجیزه که شاید زیاد صورتتو ندیدیم تو فیلم ها نه؟ پشت صحنه. پشت صحنه. حالا دیگه روی صحنه. خوشگلار میفرستیم خود کاری، آره خوشگلار میفرستیم بریم پس پیش خوشگلار. این اتاق چوبیه که من دو سه روز قرار توش باشم با گروه آبجیز حرف بزنم، باشون برم استودیو، برم بیرون تو چمنا بشینیم با هم دیگه زیر آفتاب نیمه شب گیتار بزنن و بخونن. ولی شیطنت کردم بچه ها، یه پوستر زدم به دیوار از خودشون که منو شوتش مغزی بدن و تختی که روش با عزتون آبجات نشون پسرم. چطور خوبی یه قربون؟ چه خوشگل کردی. مرسی. اسم من میام. بله دیگه. هایدین، هایدین بس. یکی که واسه کی سراغ؟ We are all objects now. اسمای ایرانی گذاشتم برای بچه‌ها. Your Iranian name is? جوان. جوان یا جواد؟ جوان. جوان. Your Iranian Ramin. از بچگی موزیک میزدم و صوفی هم همینطور. بعد یه روزی وقتی 12-13 سالم بود یه آهنگ نوشتم، بعد ملودی گفتم که ازش پرسیدم که اگه میتونی یه شعر به فارسی بنویسه، بعد این شعر رو نوشت و با هم خوندیم برای مام بابامون اجرا کردیم. آره و همه خندیدن، خوششون اومد و تشویق شدیم که ادامه بدیم و آبجیز اونجا پس شروع شد. میشه گفت که اونجا شروع شد. 15 سال پیش سفر با خواهر و برادر کار کردن چطوریه؟ خوبش اینه که هم خوبم دیگه رو میشناسه. از بچگی از موقعی به دنیا اومدم پیشم بودن و برای همین خب خیلی چیزا رو آدم لازم نیست برای هم توضیح بده، یعنی آدم حالش چطور باشه اینا همه چیزا آدم میفهمه دیگه و خیلی وقتا لازم نیست حرف بدم بدم بزنه، نگاه ها آدم میفهمه. صوفی نقشه توی گروه چیه؟ نقش من پادوام. اختیار داره آقا، حتی با سیم میدونیم. خیلی کار مهمیه، متاسفانه توی فرهنگ ما این برداشت غلطی ازش میکنم. کارهای دوندگی اینا رو من میکنم، از نظر هنری هم قسمت صدا بارم. پس همه با همدیگه میرسن دیگه تو گروه، موازه همدیگه. آره همه مثل یه خانواده ایم. جدی؟ یعنی میگیم آبجیز فامیلی. پس غم و غصه و شادی و شکم همه با هم شریکی. امشب تو آغاز درست کنیم؟ امشب آغاز درست کنیم. دستپختت هنوز ایرانی یا سوئدیه؟ فرنگی خراسانی یا وطنی؟ دستپختم قاطی مثل خودم. تو واقعا دختر دنیا جهانی هستی. امشب هم میخوام چیکار کنی؟ جهان خاری. تو هنوز اینجا دانشجویی؟ دانشجوی زندگی. جدی؟ پس دانشجوی دیگه نیستی؟ دانشگاه زندگی میرم دیگه. دانشگاه زندگی میرم. خوابگاه شما کجاست؟
غذا درست کردنم همینجوری که درست می‌کنم. آزمایشی. آره. برای همین بعضی موقع افتضاح میشه، بعضی موقع خیلی خوشمزه. غذای آبجیزانه است. So what are you going to do with this? I'm going to mix fry this. یعنی ماکارون رو خواهد قاطی کنه با؟ آیل. هم خواهد سرخ کنه. از ما پرنده اومدیم استکهلم پایتخت سوئد. گروه آبجیز مدیر داره، خواننده داره، نوازنده داره، اصلا گروه کامل تقریبا داره، یه ملودی کم داره که اونم از را رسید. بریم بدرقش. ملودی صفوی از محل سکونتش آمریکا رسید. ملودی هم شاعره، هم همصداست و هم یک خواهر نمونه است. سال چند بار میاد دیدن بقیه گروه، این بار اومده برای کنسرت گوتنبرگ. چطور چیز میکنم اینجوری میشه دیگه شعر میاد؟ اول اینجوری بود. خب محفلیه دیگه، میشستیم همزمان همجوری که الان اتفاق افتاد. یه سفر رفته بودیم ایران، توی بازی توی محفلی اجرا کردیم، بعد خیلی استقبال شد، دوستاشون رو دعوت میکردن که مثلا ما اجرا کنیم. آه که اجرا کنیم. چند سال پیش بوده این؟ 10 سال پیش. آره. بعد خیلی هم میگفتن اینا رو باید ضبط کنین. آره. بعد دیگه سفورا خودش گلچین کرد از تو کسایی که تو در طول زندگی میوزیشن هایی که باشون برخورد کرده بود و با این فاصله هایی که هست و اینا، تنها چیزی که حفظ کرده آبجیز رو اینه که بچه همه اعتقاد دارن به این کاری که داره میکنه. میشناسین، معرفی شدن و با افلم بازم خواهن شد. پاولا اینجا هستش که خودش استاد سازه کوبه ای هستش و درس میده در دانشگاه از آمریکای جنوبی. ماشاءالله. اینجا روبین از انقدری تا انقدری رو صحنه بوده و ادامه میده با گروه آبجیز. و همینطور آقای اردلان، البته ارلند هست اسم واقعیش، که اولین عضو گروه آبجیزه و بیس گیتار هم درس میده برای دبیرستانی ها، هم میذاره برای گروه. چی کار میکنم با یه انگوشت؟ و همینطور یوهان که سوئدی اصل اصل استاد گیتار فلامینکوه و تنها کسی که اخلاق، بله همونجور اخلاقش کاملا اسپانیاییه. Enjoy the whole concept with Abjiz, and I like the music, and I like the message, which is love, and
universal love, I suppose. Well, they are beautiful, and I feel free, yeah, musically. I think most of all, when we play for people, we see all the love in people's faces when we meet them. Basically, the only reason is because we meet a lot of beautiful Iranian girls. And what about the music? It doesn't matter. راجبه گروه ازت بپرسم، تو یکی مدیری دیگه. چقدر سخت یا راحتی تو سوئد گروه بودن، گروه موسیقی بودن؟ والا سوئدی که کشوریست خیلی خوبه، امکانات خیلی عالی داره و هم دولت کمک میکنه، هم فرهنگشو دارن، هم ملت. ولی یه گروهی که ایرانی میخونه یا فارسی میخونه، ایرانی هست، مخلوطه، این چطور شما جا انداختین؟ مردم چون اینجا چون علاقه دارن به موسیقی، زبان موسیقی هم که خب بارها شنیدیم زبان بین المللیه، حرف دل میزنه، واسه همین از روز اول برخورد خیلی خوب بود، یعنی خیلی استقبال شده. همیشه براشون عجیب بوده، جالب بوده این فارسی خوندن. من خب سالها خودم همیشه فکر میکنم که چرا گروه های مثلا فارسی زبان توی صحنه بین المللی نیستن. چون خود من مثلا به موسیقی های کشورهای دیگه مثل اسپانیولی خیلی از ماها گوش میکنیم، در حالی که هممون اسپانیولی بلد نیستیم و لذت میبریم. همین فکر میکنم که چرا فارسی اینطور نباشه. و خب چون از پایه شروع کردیم، همه کارا رو پله پله درست قدم برداشتیم که کیفیت کار خوب باشه، الان خب نتیجهش هم میبینیم که دیگه آبجی جا افتاد تو سوئد و آره. توی اروپا دیگه و بنیرن دیگه مشغولیم دیگه. به حال مثل هر کار دیگه کلی زحمت داره، یعنی چیز نیست که کار یه شب نیست، ولی تا موقعی که آدم کار میکنه به نتیجه میرسه. از زیر بارون موسی خیس نشون. عادت کردیم، عادت کردیم. آقا برگردیم بچه‌ها. چند ماه یه بار نمیتونم، من خیلی مرخصی های طولانی بگیرم از کارم، واسه همین مثلا یکی دو روز قبل از یه کنسرت اگه شانس داشته باشم. ولی وقتی که میاد ملودی دیگه بعد ویدیو ضبط کنیم، سی دی ضبط کنیم، کنسرت داشته باشیم، تمرین کنیم. خواهرم تازه وسطش باید باشی. حرف خواهرونمون هم میخوایم بزنیم. من موقع خواب قبل از خواب تا شروع میشه حرفامون، یکیمون خوابش میبره. خب شما آلبوم ها رو که میخواین ضبط میکنین دور هم جمع میشین، ویدیو میخواین ضبط میکنین دور هم جمع میشین، برای خانواده بودن چی دور هم میشه جمع میشین؟ پارسال وقتی دور هم بودیم به این نتیجه رسیدیم که چه خوبه که یه بار در سال هم بیاد، چون که اینجوری دلمون تنگ میشه و یادمون میره چقدر سخت بود. یه جوری من فکر میکنم که اگر ما خواهر برادر نبودیم واقعا این کار نمیتونستیم بکنیم. باشه آقا پاشیم با هم یه خورده خونت رو نگاه کنیم. من میخوام عینک بصیرت بزنم به چشم خرد. بزنیم به چشم. پاشو نگاه کن صوفی جان، بریم یک مسافت طولانی رو طی کنیم برای اتاق. حتی این عینکه کمک نمیکنه زیاد واقعا. من واقعیت رو باز خود باید بشنوم. این جریان چی اینجا خیلی خبر راست رو این تاخچه. اولا من فکر کنم یکی دو تا آلبوم دیگه یه چیز دیگه هم پشت داری. این ریمیکس آلبوم که توی چیز کشن توی سی دی پلیر سبک لانچ و درام و بیس از آهنگای آلبوم اول، از این آلبوم برای دانس فلور بشه. خیلی بار به این روزنامه و این چیزا میگه جلد آلبوم اولتون ایده ملودی نبود، ملودی سامان. و اینم آلبوم آخر است دیگه. آره. یعنی تو همش اینا رو گوش میکنی؟ پرفکتلی دیسپلیس. نه یکی گوش اینجا ما نگوشتم که اتفاقی بود به زور بشید بفروشید. این گیتارا مال خودته یا مال بچه گروه؟ مال خودمونه. این سفرا خرید اسپانیا بود چند سال پیش، ولی خب چون با آب و هوای اونجا تو اون آب و هوا درست شده بود. به سوئد که اومد یادم وسط یه کنسرت یه دفعه سفره یه نگاهی کرد
که متوجه شدیم دستش ایراد پیدا کرد. البته تا آخر زد هیچ کم نفهمید. آفرین. موقعی که سازش مشکل پیدا میکنه میام پیش من. اینجا چیز بهیاری ساز. بهیاری گروه ساز. اینجا سازا درمان میکنه. ریلکس میکنن دوباره تا تور بعدی میاد سفر برمی‌داریم. اینجا مدال هم میبینن. این مداله که تو لندن گرفتیم دیگه. به عنوان بهترین گروه ورلد پاپ ایرانی دیگه سال 2008. از والم گرفتینش. آره از والم. در لندن هستن. اون کاغذی که چه جریانشون خوش. نه برداری میریزم. آره این کاغذ یادگاری چه خیر باحال میتونم نگاه کنم. داستان داره نداره. خود وقت تلف نکنیم سرش. نه داستان نداره. بدهی باید پرداخت بشه. بدهی قبضه سمتی. با این سیتار چه جریانش؟ سالی که دانشگاه میرفتم دانشگاه موسیقی خیلی علاقه پیدا کردم به موسیقی شرقی و موسیقی هندی خیلی موسیقی شمال هند خیلی به دلم نشست یه مدت راجبش مطالعه میکردم کوکش بس سخت باشه این همه آقا زمستون هم مثل اینکه کانوا زیاد کار میکنه دیگه مثل مامان بزرگا آره دیگه اینا آرامش میده برای روحیه و اعصاب خیلی خوبه اعصاب بغیر خراب میکنه ولی گل قشنگ برای کلاه منم خوب در میاد خوب شو برات میافتم پس آقا چی میگم اوقات فراغت هم که این کار میکنی دلت بگیره چیکار میکنی دلم بگیره بگو مهمونا رو بیرون میکنی سم کنی اینجا بشه بکنم تبلیغ بلوی کنم رد شدیم هم این بیلیت های گروه آبجیزه برای کنسرت گوتنبرگشون چشامون هم نشون میده که 105 سال بلند شده همه ژاپنی شدن سفورا که این وری عدد میاد حتی فکرم درست کار نمی کنم بچه ها صبح زوده در چه حالی؟ آره ما که نخوابیدیم مثلا فقط 2 ساعت و نیم آره از ذوق یا از از هیجان از دیوانگی همه که میرسیم اونجا بعد مستقیم بریم صحنه دیگه نه؟ نیم ساعت بعد خیلی کیف داره نه؟ ولی چند شما سفر کردین و اینکه خود گروه معرفی کنین مثلا تو این یه سال گذشته تأثیر داشته چطوری بوده؟ آخرین بار که برنامه داشتیم 20 کنسرت داشتیم توی یه ماه خود سه هفته این تاثیرش تو بیننده های سوئدی تون بالاتر رفتن آره چطور تاثیر داشت خب چون تلویزیون هم بودیم کانال چیز 4 اینجا اونجا اجرای زنده کردیم برای همین خیلی خیلی عالی بود تلویزیون ملی تلویزیون ملی بعد گوتنبرگ چجور جای خواهد بود برای کنسرت شما خیلی خوب چون شهریست که دوست زندگی کردیم هممون 7-8 سالی برای همین خیلی دوست آشنا داریم و خیلی خوب میشه خب خیلی ممنون بس بخوابیم بگیتون بگیم بخوابیم بس خوش خوش من که آمادم بریم که آبجی ها آماده شدن برای کنسرت نه چون چیزی دیگه نمونده من ساعت ندارم برای قرار داشتیم یه ساعت قبل از کنسرت هم دیگه رو ببینیم یه دری بزنم چیم چه شکلی شدن تماشاچی‌ها که این شکلی باشن دیگه خواننده باید چطوری باشن او ببین چی میشه اسرائیل اومد اومدم بودا خانوم خانم برم بخبه خانم سلام
درود بر خواهر دوم یا خواهر اول. ما چند بعد شما از هر فرصت استفاده کنید. ما چرا میگیریم؟ بچه آماده شدین؟ آره دیگه داریم میخوره همجوری صدامونو تمرین میکنی؟ خب میخوای خود تمرین کنی؟ آره. منم بشن اینجا نیا کنم لذت ببرم. من که قانع شدم شما آماده. این جنین روزه چیه؟ یه روزه خیلی عزیزی اومد امروز ساوند چک داشتیم فکر کردم ساعت 10 صبح برنامه نه جدی؟ آره حتی قرار شد بیاد گلار رو برام به شما دادم. آره بچه بس این تیپ آبجیزی الان اینه دیگه. آره دیگه چون فکر کنم خیلی سخته شما هم بعد خواننده باشین و هم امروزی خوشگل هم حقوق زنان هم همه چیزا با هم قاطی این شکلی میشه آدم نه؟ برای اون موزیک مهمترینه برای همین همشه لباس رو آخری لحظه درست میکنیم همجور که معلومه ولی از اون طرف هم فکر میکنیم خب ما این همینیم دیگه اینیم دیگه یعنی دوست داریم یه بشه ساده باشه همون چیزی که میاد جور میشه. برای رو میزتون چه اتفاقاتی افتاده بوده در این دو سه ساعتی گذشته؟ چاییه که خورده شده حتما تلفنم زده شده کلی تلفن زده کلی زنگ زده شده گرفته شده به اننگات یاد نرو با اینا. آره ما تو یه مال ملودی ملودیه فکرم شاید مال من بیشتر به درد من بخوره پس منم میرم شما رو صحنه و پشت صحنه میبینیم دیگه خب. آره یه بیشتر من اینو بخوام پس میبینیم نه باشه پیشون کنسرت گذار امشب هستش و داره خاطر جمعشون میکنه که امشب همه چی حرف نداره. یه حرکت صمد آقا هم کرد برای خوشبختانه به خیلی بزنه. Som mina damer och herrar. Det är så att Bruno har sans för sig BBC och med sig från BBC Persian London. Jag ser iranier som händer för en gång. Om ni är helhet. En kärp. Ser ni en tjador av cheese? Vad är det tjador? Now, ladies and gentlemen. That's the sign. En kärp. For outfit, for perfect, with this place. Tonight, in the reality. I'm a patient.
ما هم از استفاده کنم از کرسد. خدا رو شکر دیگه تموم شد به خدا. بلاخره گرفتم. کی میدونه آدم.